Countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2. عزیزانی که در اتاق دفتر هستن، سامان عزیز و خیلی دیگه که نمیدونم اسمشون رو باید بگم یا نه. صدای خودم هم تو استودیو میاد، لطفا اینو قطع کنید، صدای خودم رو نشنوم. عرضم به حضور شما که خبری که بچه های ایران چند دقیقه پیش به من دادن این استش که چون که فردا چند ساعت دیگه قرار است که در روز ایران که همون قدس سابق باشه، مردم در خیابان‌ها بیایند و بگویند نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران. و چون که آقای مهدی کروبی از هفته گذشته به خصوص در اون برنامه‌ای که سوال و جواب داشتن با عزیزان و جوانان داخل کشور که ما ضبط کردیم و پخش کردیم، قول داده بودند که فردا هر جوری شده خودشون به خیابان‌ها خواهند آمد، خبری که چند دقیقه پیش به من دادن و مثل اینکه در چند ساعت پیش انجام گرفته، امروز مامورین جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای ریختن به منزل آقای کروبی، منزل ایشون رو آتیش زدن، چندی زخمی دارن، رفته بودن به قصد کشت. و خانم کروبی در مصاحبه و گفتگویی که با بی بی سی کرده، ایشون همچی جمله ای گفتن که حمله به منزل کروبی چند زخمی بر جای گذاشته. خانم فاطمه کروبی قصد کشتن کروبی رو داشتن. آدرس منزل آقای مهدی کروبی، دیباچی شمالی کوچه نسترن. و الان بچه ها دارن نقشه از داخل از ایران، نقشه منزل آقای کروبی رو برای من فرستادن. اجازه بدید که من ببینم اینجا نقشه رو میتونم باز بکنم یا نه. نذاشت برم این عکسی که فرستادید، بیلوکس نذاشت این عکس رو من ببینم. اجازه بدید که من این عکس و یو آر الش رو از یه جا دیگه بردارم و ببینم که میتونم بذارمش روی صفحه کامپیوتر یه جا دیگه. و اگر عزیزانی که برنامه رو میبینن، اوکی اینو میتونیم نشون بدیم، آره اینم هم چقدر عکسش خوب در بیاد، ولی این نمیشه رستم آباد، اینم کوچه نسترن، نسرین شرقی، دیباچی شمالی، منزل آقای کروبی اینجاست که آقای خامنه ای از لجش رفته گفته که بریم بزنین و بکشین و آتیش بزنید. و ظاهرا خانم کروبی در مصاحبه ای که کردن با بی بی سی، بچه ها میگن، من که نشیدم، میگن که یه همچیزی گفتن که زمان شاه اگه با کسی مخالف بودن دیگه نمیذارن برن خونه رو آتیش بزنن و فامیل رو بزنن و بخوشن و قصد اینا، دستگیر میکردن. شما ببینید که دارید چی کار میکنید. خب عرضم به حضور شما که اگر کسی از بچه هایی که در اتاقای اینترنتی بیلوکس و یا پلتاک در اتاق هستن خبر دیگه ای دارن جدیدتر از این و یا لینکی دارن که میخوان من بخونم، خواهش میکنم بفرمایید، وگرنه ما ادامه خواهیم داد برنامه خودمونو.
در ضمن در هر موقع هم که فرصت شد اتاق فرمان لطف کنید و تلفن هم اینجا بیارید که امروز ما بتونیم با بچه آبادی عزیزانمون هم صحبتی داشته باشیم. خیلی خوب، اجازه بدید که من برم اینجا رو سایت نهادمردمی.com ببینیم چند ساعت و روز مونده به روز معرفی. اگر ممکنه اتاق فرمان نشون بدن 9 روز و 21 ساعت و 17 دقیقه و 55 ثانیه. فول سکرین یه دقیقه میبینیم. 9 روز و 21 دقیقه و 17 ثانیه و 17 دقیقه و 40 ثانیه دیگه مونده به روز معرفی نهاد مردمی. همونطوری که میدونید این برنامه روز معرفی و افتتاح نهاد مردمی روز یک شنبه 12 سپتامبر 2010 برابر با 21 شهریور 1389 ساعت 10 بامداد به وقت لس آنجلس، 9:30 شب به وقت ایران، پخش مستقیم مراسم معرفی و افتتاح نهاد مردمی از طریق رسانه‌های زیر: رادیو صدای ایران، تلویزیون‌های پارس، اندیشه، آپادانا، ای تو چنل و عصر امروز در سراسر جهان و به خصوص ایران، کشور عزیزمون ایران پخش خواهد شد، به شرط اینکه آقای خامنه‌ای نترسند. به احتمال زیاد می‌ترسن، حالا میگن اون روز پارازیت بفرستن این حرفا، ولی دیگه از اون زمانا گذشته آقای خامنه‌ای. خب اجازه بدید که از ستاره خواهش بکنم که اگر آماده هست اون فراخوانی هم که برای فردا چند بار پخش کرده بودن آماده بکنه و خود منم این صدای تبلیغ رو که از رادیوهای رادیو صدای ایران و رادیو ای پرژن رادیو آقای قائم مقامی که در داخل کشورم پخش میشه، این پیام نهاد مردمی رو هم پخش بکنم. 60 ثانیه رو با هم گوش میدیم. آیا میخواهید اپوزیسیون به یک همبستگی بزرگ برسد؟ آیا میخواهید به آزادی و دموکراسی برسید؟ که رأی شما خوانده شود، که خودتان تعیین سرنوشت کنید و از چنگ استبداد رها شوید. همه این خواسته های ما امکان پذیر است در نهاد مردمی. یک شنبه 12 سپتامبر 21 شهریور ساعت 10 بامداد به وقت لس آنجلس، 9:30 شب به وقت ایران. پخش زنده این برنامه از طریق چندی از رسانه های ماهواره‌ای سیاسی. متشکرم. همین الان بچه ها از داخل کشور یک ویدیو یوتیوب برای من لینکش رو فرستادن که این ظاهراً شعارهای مرگ بر دیکتاتور و الله اکبر هست که تاریخش هست 2 سپتامبر، یعنی همین امروز چند ساعت پیش در خود ایران. اجازه بدید که با هم این رو نگاه بکنیم. منم برای اولین بار نگاه میکنم از اول. گوش میدیم این چیه؟ پشت صداهای علا اکبر میشه اومد. چه غزه چه ایران، لنگ بر ظالمان.
خب این لابد همینجوری ادامه داره، ولی همینجوری که میبینید این اشخاصی که جلو ضبط میکردن صداشون بلندتره، بعد از اون پشت صدای همینجوری تنینش میاد که از دور. و ببینید این مردم اگر که ابزارشو داشته باشن، که ما امیدواریم هرچه زودتر بتونیم که این ابزار رو در اختیار جوانان دلیر کشورمون بگذاریم، دنیا رو تکون خواهند داد. بسیار خوب.